امروز هم نبودین خانم شیرین، کی میدونه کجایین؟ از کجا میشه فهمید؟ پرسش مستقیم مایه رسوایی است، باید غیر مستقیم به پاسخ رسید. من نباید پیش پاسخ بروم، من نباید پیش پاسخ بروم، پاسخ باید به سوی من بیاید. من نباید پیش پاسخ بروم. چگونه؟ امروزم نبودین خانم شیرین. من نباید پیش پاسخ بروم، پاسخ باید به سوی من بیاید. چگونه؟ چه کسانی از شیرین با خبرند؟ یکی شهناز. شهناز هم که چگونه؟ چه کسانی از شیرین با خبرند؟ امیر جون، امیر، مادر، امیر جان، خوبی؟ قربونت برم. آره خوبه. یکی شهناز. شهناز هم کلاسی او. با شهناز چطور می شود سر صحبت را باز کرد؟ فراز. علت رغبت صحبت فراز است، موضوع صحبت. خودکار ساعتیه. یکیشو من داشتم، یه دونشم خانم شیرین، یه دونشم شهناز. حالا مثلا خودکار من گم شده، تو کلاس افتاده. شرایط آنها گفته میکنند. پس مکانیک شاخه از دانش فیزیک است که درباره چگونگی حرکت و سکون اجسام علل و شرایط آنها گفته میکنند. شهناز خانم، من میتونم یه سوالی از تو بپرسم؟ من حوصله صحبت با تو رو ندارم. برو با خرت صحبت کن، من درس دارم. بابا بذارید آدم حرفشو بزنه. راستش من یادگاری آقا فراز رو گم کردم. آقا فراز بس که زرنگی، یادگاری نگه داشتنم لیاقت میخواد. پیداش کنم. راستش خیلی دلم سوخت گم کردم این یادگاری آقا فراز رو. حالا چی واسهت خریده بود؟ اصلا واسه چی به تو یادگاری داد؟ ایدی داد دیگه، به همه ایدی داد، به منم ایدی داد، بنا که دست خوندن ایدی داد. آها، اون خودکار ساعتیه رو میگی؟ واسه منی که بابام شکست. البته ساعتش هنوز سالم مونده، ولی خودکارش شکست. برای منم که گم شد. خیلی خوب، دیگه برو اون ور، سرما خوردی، الان منم ازت سرما میخورم. ببین شهناز خانم، اون خودکار ساعتیه رو که آقا فراز بهم یادگاری داده بود واسم خیلی عزیز بود. آدم ها کلا هر چیزی که واسه شما عزیز زودتر گم میشه، نمیدونم چرا. شانس خانم، من فکر کردم، گفتم شاید توی مینیبوس افتاده باشه. اون روز که اومدم توی مینیبوس، یا توی کلاس. کلاسه ما شما هم با هم یکی دیگه توی جاست. من اونجا زنگ تفریح زیاد ول میچرخم، شاید اونجا افتاده باشه. حالا شانس خانم یه چیزی، این دختر راننده مینیبوس هست، اون یه دوست سالمشو داره. اگه بتونی بگیری ازش به عنوان نمونه، میتونی نشون بدی به هم کلاسیات، شاید دیده باشه یه همچین خودکار ساعتی رو. ها شیرین مریضه، چند روزه مدرسه نمیاد. خطم بکش اون ور. مریضه پس. برو مریضه پس. ای بابا طفلی. Thank you.
فاش ماشین حاضر بریم. فاش بریم. داری بابا چون پشو عزیزم پشو چیه خودتو چسبوندی بی این خر؟ یه ذره سر بخور. یه ذره چی عزیزم؟ پشو عزیزم پشو خودش خوب بشه بابا و بریزی بابا کاری نمیکنه. پشم چیکار؟ پشو بریم بهداری همه جان بی خودی واسه ما بدبختی رو سن. پشو برو بابا من تا نوبتم بشه برم نماز بخونم. بیاین تو سلام بابا رو سلام حال شما چطوره؟ خوب شما بیا تو بشید دخترت. سلام سلام بابا یکم چهارش ناخوشه آمده بود دکتر چی میگه؟ بلا دور بفرد شما این طرف هست امیر آورده چشه؟ ای انجوری ما انجوری نه الان کجاست؟ همین دوره هست. شیرین جون مامان میای بریم؟ سوار فلکی خوشی پروین ستاره های بود بدکی دوب اکبر ملاقه پنشتا واحد بالا یک دو سه چهار پنج محدوده ی ستاره قطبی شمال خب جنوب مشرق مغرب مشرق مغرب شمال مشرق مغرب جنوب جنوب اینه قبله سرکت نواز مغرب میخونم برای رضای خدا قربتن لله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین قرب بار رحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
وفی الاخره تسنن و قنا عذاب النار. خدای شما اونقدر مهربونید که آتیشو قبل از رسیدن من که یادم سرم خورده هستم اینجا گذاشته که بدتر نشم. دمتون گرم، دمتون گرم. و بذارین ازتون بخوام خدای کلن بگم یک کلوم، من یه نفهم. خدای من کلن حالیم نیست. خدایا همه شواهد نشون میده که من آدم عقلمندی نیستم. خدایا به قرآن همه شو میتونی نماده که کلن اصلا نخوام آدم باشم، نه؟ خدایا من این آخری ها خیلی این اون اذیت کردم، از اون نفهمی. خدایا من خودم از دست خودم عصبانی هم، خودم از دست خودم عصبانی هم. خلاصه لطفا خدایا یکایی کنید من معنی کارامو قبل از اینکه انجامشون بدم بفهمم. اون مغز و این مخ ریشایی بدبختی ها و بیچارگی هامو بفهمم. بالاخره خدایا ما هم بندتیم، دوست داریم بفهمیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. گزارش کامل پیروزی ایران در عملیات ولفرج جهاد. بیده مجدون میلرزه، بس کن دیگه. داداش فقط سر من داد میزنی؟ آره داداش سرش داد بزن. داداش با هر ستامون؟ نه آبجی فقط با این بود. دعوا موقوف، بری تو اتاقتون. گفتم بری تو اتاقتون. می‌بینی چه دیوانه یه؟
کم کم دخالت کن تو دعوای اینا. برو تو اتاقت. آدم های بی ملاحظه صبح اول صبح ناشتا دعوا میکنن بابا. درسته تو خری، تنها کاری که میتونی بکنی یا خوردن یا بار بردن، همین. ولی بالاخره دو تا گوش داری میشنوی. منم ازت توقع جواب دادن ندارم، تنها جوابی هم که بلدی بدی عرعره. عرعره هم که به درد من نمیخوره. بیا بخور، بیا از این برگای درخت گردو اینو بخور، خوش خوراک. بخور بخور، باریکل باریکل، بخور. بیا از نام هسته بخور. اینا برگای درخت توته، خوراک کرمای ابریشم اینو. دوست نداری اینو؟ بخور. آفر. بسا از این برگ ساده ها رو بیارم برات. بلوس باید حتما این اتفاقات بیفته. و یکی اینکه خیلی سوالا دارم که باید بشه جواب بدین. شده چشم چشم، ولی به وقتش. حالا که مادرتون موافق هست باید توافقات اولیه و تصمیمات اولیه انجام بشه. فکرم نکنین بدون توافقات اولیه و تصمیمات اولیه من به ازدواج شما دوتا موافقت میکنم. اصلا و ابدا باید این اتفاقا بیفته. و یه سری سوالات دارم که باید حتما انجام بشه، مثل امتحان. چشم چشم، ولی به وقتش دیگه. راست میگن دیگه مامان. خب من خودم به شما قول میدم که اگه این آقا فراز تو امتحان شما قبول نشه من به کل آقا فرازو قیدشو میزنم، ولی خب به وقتش. ببینین بچه ها، برای من خیلی خیلی مهمه توافقات اولیه و تصمیمات اولیه باید انجام بشه. خب اصلا میدونین چیه؟ همین امشب اتاق آقا بهروز سر سریال. اصلا من قید سریال رو میزنم، زندگی دختر من در آیندهش برام خیلی مهمتر از این حرف هاست. بله بله سیما خانم، فقط لطفاً یکم آروم صحبت کنین، دیگران متوجه نشن. چشم چشم. گفتم که بدونی همین. بعد اگه امکان داره در اون ور بریم. راست میگه دیگه، کسی متوجه نشه. نزن دیگه، خیلی ممنون میشم. باز احساسات فرا گرفتش، خدا نکنه اینا رو احساسات فرا بگیرتشون. توافقات اولیه، صحبت‌های اولیه. سلام فرس. سلام امیر جان. سلام. بابا این مادر منو رخت خوابی نکنی. به خدا همه این مرضا تلقینه. البته بگم ها، این آقای آقا امیرم حرصشون دادن. آقا امیر با شما ما، این مادر من مثل من نیست که هر کی هر چی بهش بگه عین خیالش نباشه. البته منم تو خودم میریزم، همه این مادر من مریض میشه میفته. الهی صد هزار مرتبه شد مادر، حالتون بهتره. پاشین پاشین، امشب بادمانای افراشته داره ها، همونی که رفیقای کمیسر مولدوان توش بازی میکنن. بس دیگه محترم جون، خواهش میکنم. خواهر من مادر مریضه. پاشو پاشو بیریم بیرون کار کنیم. پاشو همه جون پاشو دیگه. سعی نیست خواهر من. ببخشید. بهوش بگوش، همه چی بهوش. سلام علیکم آهای اهالی شهر، اهالی باغ، همه چی بیاید میدون شهر. الان ایزما شروع میشه، پاشید بیاید. مادر پاشو اینجا خودتو ننداز تو مریضی. مادر من پاشو. بهروز مادر مریض ده. الله اکبر. Thank you.
این داشت ما واسه که همچینی میکنه؟ ما رو ضعیفگیر آورده؟ خب برو تو رو به یکی دیگه برسون. اینه دیگه برادر من، قانون طبیعت. همیشه ضعیف پامال بوده و همه زورشون رو به اون میرسونه. دست بکارین بزنین یکی یکی. خوش خوبی امیر؟ خوبه. امیر خرت خوبه؟ آره خوبه. میگم نمیخوای بری خونه به روز تلویزیون تماشا کنی؟ حالا بیشتر اونجا رفتم به روز به ازاد محترم و نصیحت کنم. والله به زبان خودش 50 دفعه 100 دفعه با خودم گفتم چطوری باهاشون صحبت کنم که بتونیش صحبت های اولیه توافقات اولیه خدا آخر عاقبت این توافقات اولیه رو به خیر کنه. شهر داریم و این شوهر دادن شهناز به خدا. عیبشو با 2000 تا قربون صدقم که بگی ممکنه بهشون بر بخوره. آخه میگن الا و بلا برو به بیژن و احترام بگو. فکرشو نکن. حالا بالاخره گفتی. دعوام که میکنن ها حتما باید نعره بکشن. خب اینم یه اخلاق دیگه. حالا بذار یه ماچت بکنم. مهمتر از همه آرامشه که ما باید در حفظش بکوشیم. کجا؟ ایزما داره. میخواییم ایزما رو رنگی ببینیم. بابا باز همون تلویزیون رنگی بخر تا ما نریم. مردش رو من ایزمای رنگی رو با هم ببرم. یا اینجا دختره آنتن درست سایی بگیم رنگ تلویزیون با اون است. تو میخوایی من خراب کنی. میخوایی بری اتاق این اشکلاتی تا منو خورد کنی. بری عربده میزنم. جرأت داری برو. جرأت داری داد بزن. داداش بهرامت همچی بزنه تو ذوقت حالت جا بیاد. بچه ها با هم دعوا نکنیم، با هم مهربون باشیم. بریم تلویزیون تماشا کنیم. مناز جان بریم. دعوا نمی کنیم. شما بفرمایید تلویزیون تماشا کنید. احساساتش رفته بالا. بفرمایید. سلام. بفرمایید داخل. ببخشید یه خورده به هم ریخته است اینجا. من میگم یکی یکی دوتا بر میداره گوش نمی کنه که. حالا نمیشد با این پای چلاغت را نیفتی بری تلویزیون نگاه کنی؟ زود برمیگردم. فیلمش خوبه آخه. برو. همه احتمال میدونه داره برای چی میره، اما بیژن نمیدونه. نگاه با این پاش را افتاده داره میرن راجب توافقات عروسی با شهناز صحبت کنه. من خودم تو کوچه شن افتم. نباید برم، نباید بذاری. چیه؟ میگی بلنگو دست بگیرم برم من عبور و مرور اعلام کنم؟ خب بابا همون بیژن اگه بفهم اینه دان سخت خواهد توافقات میکنن همین امشب میزن اون یکی پاشم قلم میکنه. تو این ریویری وقت توافقات اولیه نیستش که. بس دیگه تو کار مردم فضولی نکن. فراز آدم عاقلیه، کار احمقانه نمیکنه. من خوب میشناسمش. اگر میخوای فضولی کنی پشو برو خونه. میگم مامانت رفته سمت این بساتی که به روز با این تلویزیون خوش در آورده؟ نمیدونم. تو نمیدونی؟ خب رفته تلویزیون ببینه. گفتم شاید چون شما میونتون با اون به روز خرابه اون وقت ناراحت چید اگه بفهمید. نه من همارم میام تلویزیون نگاه کنم.
بابا باور کنی شما میانتون با هم بهروز خرابه. وقتی که بپاشید برید اونجا شما غرورتون رو میشکنید. اصلا من نمیذارم شما غرورتون رو بشکنید. جب علکی میزنی؟ اون دفعه که احمد اینجا بود یاد رفته؟ بهروز تمام وقت آویزون من بود؟ خب بذارید راستش رو بگم. اگه شما برید اون وقت من تنها میشم، بعد میترسم. میگم از این پسر چلغوز چه خبر؟ چلغوز کیه؟ فراز؟ آره بابا خیلی چلغوزه. اح اح بدم میاد ازش با اون موهای فرفریش. پا شکسته؟ آره شکست، ولی کاش قلم شده بود پاهاش. تو از اون بدت میاد؟ آره خیلی. میدونین چرا؟ چون بابام ازش بدش میاد. من هر کی که بابام ازش بدش بیاد منم از اون بدم میاد. خب پس من برم تلویزیون نگاه کنم. ای بابا کجا میرید بابا؟ دیگه میرم تلویزیون نگاه کنم. یه دقیقه صبر کنین. یه دقیقه. این اتفاقات تو جمعی سی طبیعیه. مام بزرگه مانی جون یه لحظه میشه بریم؟ جانه من که میدونم چی میخوای بگی. مام بزرگه بابا میخواد پاشه بره اتاق عمو بهروز اینا. الان بره اونجا دعوا میشه ها، بعد دوباره شما دماغتون خون میاد. بریم بریم یه جوری سرگرمش کنید نره اونجا. چی بکنم؟ قصه بگم، لالایی بخونم، یه چیستان بگم؟ حالا هرچی، فقط باش صحبت کنید نره. چشم، به خاطر دل تو. چشم اختاد بیدم، عجایب خلقتی دیدم در این در که آتش از میان آب بگذشت. ای داده بیداد بدیونه. نه اشتباه است. سماور سماور. درسته مادر جان، درسته عزیزم. بشین بشین مادر. کجا میخوای بری؟ میخوام برات قصه بگم. قصه بگیم؟ آره قصه بگیم. بگی. یکی بود یکی نبود، از خدا و بزرگتر هیچ کس نبود. قصه راه شب سشنبه شب. یه باغبانی چه میدارم کشاورزی سر جالیز داشت بیل میزد، یه اسب سواری رد شد، گفت آقا بفرما. اسب سواره فوری پیاده شد و آمد جلو، گفت آقا این میختویلی اسب رو کجا بکوبم؟ گفت سر زبان من که بی موقع باز نشه و تعارف بی جانه. مادر ببین داشت غذا میخورد، گفت بفهمین غذا، بعد اون آقای سواره پیاده شد سری، گفت این مختیبی داره کجا بدارم؟ گفت سر زبون من. تو قصه گویی نمیخواد یادم بده، اینا رو من برای شما بارها گفتم، حالا برای تو میخوای بگی من کم آوردم؟ نه جا افتاد. نه جا افتاد. خب حالا جا افتاد، مگه شما برای من حواس میذارید؟ نه راست میگی شما، راست میگی. ولی میدونی اون قصه بود که گفتیم که این در واقع اون درخت با هم چسب بودن که خواهر برادر با هم بودن، اون خوب بابا او ترکه بود. ترکه بود. یکی یکی شکست بابا، دید دو تا شد سه تا شد، وقتی چند تا شد دید نتونستن ترکار بشن، گفت هم دیگر رو حفظ کنیم. من فکرم اونو میخواید تعریف کنی شما اول، گفتم قصه راه شب. قربان حواس جمع تو. حال تازه بری من این داری بلبل جوانی هم میکنه. با مخلص شمایی. تو ببین داری رو داری میکنی ها. جان چشم میکنی خیال میکنی بزرگ شدی برای من بزرگی، هنوز بچه ای. چشم. هر سنی باشه برای من بچه ای. من نکردم مادر جان. چشم حق با شماست. ولی یادت باشه اگه برای کسی بخواستی برای کسی تعریف بکنی بگو سواره داشت میرفت اون باقا میگو بفهم غذا، اونم سری پیاده شد. یادت رفت به دریا رفته و دریا نوردی را تجربه کند. ناگفته نماند که لوپان سالها با دریا نوردان هم دوستی با پیر ویلاند، فرزند یکی از مردانی که در تیرا دل فوگو مفقود شده بود، آنتوان لوپان را وسوسه می‌کند تا به آن سرزمین ناشناخته سفر کند. همین سفر در اواخر قرن 19 وسیله‌ای می‌شود تا لوپان نقاط ناشناخته‌ای را که در روی کره زمین وجود داشت کشف کند. پسر خوبی هستی، اما من یه مادر بدبخت سرش کشیدم که
چشم ترسیده. ببین آقا فراز، فکر نکن اگه دخترمو بدبخت کنی فقط نفرینت میکنم. نه، میندازمت زندان. من نمیخوام دخترم مثل خودم بدبخت بشه و به قرص خوردم بیفته. تو باید به من قول بدی، باید به من قول بدی، بنویسی، امضا بکن، باید قول بدی که دختر منو آدم حساب کنی، تنهاش نذاری، براش گل میخری، بهش میگی شهناز جون، فداش میشی، همه این کارا رو باید براش بکنی، بعدم تو باید برا من بنویسی امضا کن، فهمیدی؟ بعد من پا میذارم رو غرورم، پا میذارم رو غرورم، خودم کوچیک میکنم، میرم با مامانیت صحبت میکنم. ممنون، ممنون که از من تعریف میکنی. شما اصلاً بدبخت نیستی، منم دختر شما رو خوشبخت میکنم. عیبی نداره، منو بندازین زندون، منم با خودم بیرون میبرمش، میگردونمش، براش گلم میخرم، بابا امضا هم میکنم. اما گوش کنین، من از همین میترسم. خواهش میکنم فعلا با مامانی من صحبت نکنین. ای بابا مامان زود باشین، الان بابا میاد. یا اینکه میگه با مامانیم صحبت نکنین، من دارم از توافقات اولیه حرف میزنم، میگم پا میذارم رو خورورم، میرم برای شما حرف میزنم، برای من تکلیف تعیین میکنه، صداشم میبره بالا. مامان خوبم، مامان از خود گذشتم. آقا فرز از روی عقل و دانش حرف میزنه، اصلا اشتباه کرد، صداشو بلند کرد، معذرت میخواد، پشیمونه. پشیمونی؟ بله پشیمونم، پشیمونم. خب آفرین، تو پسر خوبی هستی، لیاقت داری که آدم از خود گذشتگی کنه و پا رو غرورش بذاره. اما یادت باشه ها، امضا نکردی. من خواهش میکنم فعلا رو غرورتون پا نذارین، اونو به موقعش امضا میکنم. خب پس هر وقت وقت شد خودت میگی نه؟ بله چشم، میگم، میگم چشم. آقا فراز بهتون گفت هیچ کاری نکنید، هیچ اقدامی نکنید، بهتون بر نخورد. نه ماما، خیالم راحت باشه که یه هایی وردا با رو غرورتون نمیذارید، نمیرید با هم احترام حرف بزنید. باشه خیالت راحت، یه جوری جواب منو بدید که من خیالم راحت شه دیگه. بگید، بگید که نمیرید دیگه. اصلا فعلا هیچ اقدامی نکنید. خب نرید. همسرش به مهمانی رفته بودند و علی مردان خان رو با داییش فشفش میرزا تنها گذاشته بودند. ای بچه‌ی بی‌تربیت،
هیچ که برای من پا رو غرورش نذاشت، اما من به خاطر شما ها پا رو غرورم میذارم. سلام، مخلصم. وای بیژن، بیژن خوب شد عدای شوهر پدر، خوب شد، خوب شد، خوب شد، خوب شد عدای شد. بیژن جا، بیژن جا، بیژن جا، 200 دستگاه دارم برای شاپور غلام رضا آپارتمان میسازم. شانس خانم میگه چی شده؟ بالاخره مامانتون کار خودش رو کرد. منو له کردی، تو منو خورد کردی، لهت میکنم، از خود راضی، لهت میکنم، لهت میکنم، لهت میکنم. فکر کردی کی هستی؟ ها؟ چون وضعت خوبه از همه بالاتری؟ نه 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 نه، از همه بالاتر نیستی. ثروت، ثروت ارزش نمیاره. عشق، عشق که خیلی مهمه. بفهم خانوم از خود راضی. وای وای بیژن، بیژن خوب شد ادای شوهرتو در آورد. خوب شد، خوب شد. شوهرت هم فکر میکرد مثل خودت خیلی گنده است. از خود راضی ها. مگه من چی گفتم؟ پاشو برو، پاشو برو زن حسابی. این بساطو تو جای دیگه پنگ کن. بساطو به من نشون نده، من از اساط نمیترسم. فکر کردی کی هستی؟ ملکه انگلیس؟ من از اساط نمیترسم. تو منو بیرون کردی، آدم بیرون کن. صبح کله سحر خود درست کرده پا شده، تلک و تلک اومده، اومدم کار خوب انجام بدم. اگه میگفتی واسه کار خیره میفهمیدم، اصلا راد نمیدادم بیای، که الان لازم باشه به نظمت بیرون. احترام خان، تو رو خدا رعایتش بکن، این مریض. کار خوب همون کار خیره، تو برای کار خوب منو بیرون کردی. من افسردگی مزمن دارم، اگه مزمن در بشی تو تقصیر داری. سر پر سلات تمام نمازات ازت پس میگیرم. با شما رو میتین نیا. قلبم، قلبم از دست این زن. پاشو برو، من به تو چی کار دارم؟ بس هم به تو کاری ندارم. بابون. من به هیچکی کاری ندارم. بیا بریم. بس هم حال هیچکی را ندارم. بیا عزیز من، قلبم. بیا بریم. قلبم. بلند شما را خرمتی باز اینجا دارم. آقا برام چرا ساکته؟ بیا بریم. بیا بریم. چرا نمیره به احترام تذکر بده جیغ نکشه؟ خواهر من. بلند شو. خواهر من کوتاه بیا، تو بزرگتری گذشت داشته باش. همین یه دوت سر احترام میزنه پردی گوشه احترام پاره میشه. از بس گذاشت کردم مردم،
برو کنار. قلبت رو نیسته داشتم خیلی بلنده سر ما که داد زد خیلی بلند داد زد. امیر. بله. میری به بابات میگی فقط بلدی سر ما داد بکشی؟ چی شد نگران ناخوشی مامانت بودی ها؟ بهزاد که اومد میری بهش میگی بره وایس تو روی بهرام بگی چرا تو تذکر دادن عدالت رو رعایت نمی کنی؟ چطور محترم که جیغ بکشه داد میکشی سرش ولی احترام رو ناز میکنی؟ میگم اما فعلا آقا بهزاد برای من با جذبه شده میترسم بگم اعصابشون خورد شه یادش رفته برای برگردوندن من چجوری التماس میکرد همچی یه روزی داره اعصابم رو خورد میکنه یه ها دیدی ولش کردم رفت باش شش میگم علی میبینم اون جزیره دریایی جنوبه با یه مرداب ساکت که داره بریم اونجا یه کمی استراحت بکنیم اما یوگی ما باید بریم پروانه کشتیمونو تمدید کنیم تا فردا بعد محترم امیره داره به بهرام میگه مشوکیم ازش نگاه بکنیم و فردا صبح زود به راهمون ادامه بدیم ما به اندازه کافی وقت داریم حالا گوش کنید آماده برای فروش برای یه کمی استراحت در پرتغال خیلی ها؟ که؟ خدا دیدی؟ خدا رفت موشه بیانیم از تو؟ محترم محترم دعوا سر کرب و مربا ببین همه خانم گوش کن بابا داره حمله میکنه اگه فکر کردی نه نبد از عشق دختر من دق میکنه میمیره من دختر بهش میدم کل خوندی بیشی میخوام ببینم این داداش بهرام من سر بیژن خانم و احترام خانم هم داد میزنه اون دفعه که مثلا داشت دست دختر من میداد فقط داد کشیدم خب الان که نشستیم با همدیگه نقشه کشیدیم خودم داد میزنم اما بار سوم یه بار دیگه این کارو بکنید میدم دست کمیته فهمیدی؟ کمیته دق بکنید بعد وقت کله فلفلی دیوانه تیما شهناز شما فهم کنید من مردم؟ بیژن خان از این چی خبر ندارم؟ بیژن آقایش دفیدم ببین تیما دفعه آخر رو تو کاری نخواهد میکنی ها فهمیدی؟ میبینی؟ آقایش دفید شما آقایش دفید که تونی متری مامان نره میکشه رو چجوری همچین ناز میکنه و دیوانه ها و دادش سر ما میکشه بری بابا بری بری داداش خوب و شل و ضعیف کش من برکن بابا آبچی کارتونتون نموشو بابا باید روی خودم بیشتر کار کنم که اگه احترام ملاحظه نکرد و سر صدا کرد به اونم تذکر بدم اگه بیژنم سر و صدا کرد به اونم تذکر بدم بله بعد دعوای همون بیژن بودش با همه احترام سنی که سیما خانم میخواست به سلو صفا ایجاد کنه واسه عروسی اون شهناز اون فراز من فهمیدم که شما نفتی تذکر بدید به همه احترام همون بیژن یه حرفایی میزدم میگفتن نمیدونم آقا برام میترسه از اونا آقا برام اصلا نگران مادر نیستش فهم میخواد رئیس بازی در بیاره میگفتن شما اصلا عدالت توی تذکر دادن رعایت نمی کنید شما ضعیف کش شدید من اینجور حرف حالا من که نمیخوام اسم ببرم اسم ببرم نه خیلی لازم نکرده اسم ببری بس دیگه بیشترم نگو که اصلا من خورد میشه
گلدونه رو میبرم گلخونه و بر میگردیم، اگه مورد تازهی شد بهشون تذکر میدم، به همه تذکر میدم. باش. سلام مادر. سلام حسین خان، بفرما. بده بابا. بهرام خان. بهرام جونم یه دقیقه بیا، کار دارم. بهرام خان یه افشین کوپن فروش نامی هست که طرف حساب بیژنه. این امروز ساعت نیم بعد از ظهر اومده بود در خوشویی پیش من سراغ بیژن رو میگرفت. بهرام جون اصلا عرض من گلایگی نیست، اصلا مزاحمتی برای من نداره این افشینه. سالها پیش برای من پودر فلهی میورد برای ماشین رخشویی، دلال پودر بود. حالا از پودر چجوری زده به کوپن قصهش درازه. اون چند سال پیش بود که بیژن برای مغازهش برای بقالیش تایید میخواست، این افشین رو گفتم تایید براش ببره، برد باهاش رفیق شد. الان افشینه 400-500 من سربن کوپن باطل طلب داره از بیژن، چک هم ازش داره. عجب. این آدم روبرایی نیست نا. آدرس اینجا رو بدونه میره یه پاسبونه یه جلب سیار بر میداره میاد بیژن رو میگیره. حالا قانونی هم نمیتونه رفتار کنه، چک رو میده دست از این شرخرا، زبون نفهم بدتر از خودش. من میگم عجب، برای صلاح و سلامتی مادر جون بیا به بیژن یه چیزی بگو، بگو بابا این کار تمومش کن، شر میشه برام اونا. آدم بی فرهنگیه. خیلی بی فرهنگه، مخصوصا وقتی که طلب داشته باشه. یعنی لات لوته؟ این بشر تمام هیکلش خالکوبی و جای چاقو. من دیشب خوابم نبرد، گفتم بیام به تو بگم. به بیژن میگم، یعنی حتما باید بهش بگم. خوشم ما تو عمرمون از کوچی که کلانتری توش بوده رد نشدیم، حالا باید سر کارمون بیفته بیا همچین آدمایی. خدا آخر آقابتمون رو به خیر کنه. ای بیژن بیژن. خدا سر شاهده، من جهت جلوگیری از یه شر بزرگ این ماجرای افشین کوپن فروش رو به تو منتقل کردم، و الا نه اینکه بخوام شیرت بکنم و بری به بیژن تذکر بدی. نه بابا، من دیگه بچه که نیستم، نزدیک 60 سالمه. میدونم موشن شروع به تو بره. بگم برم جون، زمنان جون اون امیرت، به بیژن نگی من ماجرای افشین کوپن فروشو به تو گفتم، چون اگه بیژن متوجه بشه دو تا داد لنگه اون دادایی هست که رو سر زنش میزنه، سر من میزنه. حالا اگه گفت از کجا خبردار شدی چی؟ خب بیام وایسا به اتفاق هم یه چاخانی رو سر هم کنیم. باشه. آخه من دروغم نمیتونم بگم. ولش کن، بلش کنو شاید جون، یه خاکی توی سرم میریزم. ای قربون اون سرت، دلشوره نداشته باش. باش دادی میداد. بابا چی شده؟ خبری به همون بیژن تذکر بدی؟ آره؟ آره. سلام شما. سلام. شب بخیرم جون. حال خره چطوره؟ خرم خوبه. بابا آفرین آفرین. برو بهش تذکر بده. ببین بابا من فکر کردم به این نتیجه رسیدم که با عزیزم قربونت برم اونجا چیزا و حالت حرف شور میشه. من نه که خودم یه آدم شروع به هستم، قشنگ میدونم اینجا چیزا رو، حالتای بی بخور و شروع اینا رو همه رو درک میکنم، چون بیشتر اونم منم با همین شروع بودن گذشته. با سفت و محکم باهاش صحبت کنم مثل این مرد. بابا برو به کار برس. بابا
با اجازه. بیجان جون، عزیز دلم، برادرم، تو اصلا چی کار داری با این کوپن فروش؟ با آدم های درست حسابی سر کار داشته؟ فردا اگه این کوپن فروشه اومد اینجا و شروع کرد داد و بیداد کردن به خاطر طلبش، خدایی نکرده، خدایی نکرده مادرمون میمیره. و یکی از رفقا میگفت این یارو اصلا اوباشه، حتما یکی از شاگردات جنسا رو دزدیده و تو هم مجبور شدی که کوپن باطله بخری. آره؟ حتما تو دلت میگی این با من چی کار داره؟ آره؟ داداش، ارواح بابا جون، همین مامان که میدونم خیلی دوستش داری، ماری به خیال شو، بس تو بدبختی خودم بمونی. بی جن جون، به جون خودم، به جون خودت، اگه یه دفعه دیگه اینجا دعوا معوا بکنی باید برخورد میکنم. برام جون چی کارم میکنی؟ فلک هم میکنی؟ یا تحویل کانون حساب تربیت هم میدی؟ ها؟ چه خانواده بامزه ای هستیم ما. عمو بیژن، عمو بیژن، الان تو کوچه بودم، حسینی تعاونی گفتش یه خانومه تلفن کرد میگه بیا باش صحبت کن. باشه بگو الان میاد. الان میاد ساخونه دیونه مونه. ساخونه آدم که زن باشه همینه دیگه، فکر کنه ما رو خریده، میخواد به ما بگی آقا خونه رو خالی نذار این دوست میاد. آقا خونه خودم، میخوام دوست بیاد، به کسی چه مربوطه؟ شما هم که بهزاد و بهروز و محترم گیر آوردی، هی بهشون تذکر میدی. حالا هم که ما رو گیر آوردی، هی تذکر میدی، ضعیف کشی دیگه. سر ماجرای دعوات با احترام دخالت نکردم، گفتم دخالته، ولی سر ماجرای این کوپن فروشه جلوت با میسم. این با اون فرق میکنه، اونجا دخالت نکردم ولی اینجا دخالت میکنم. داداش اون دفعه دخالت نکردی چون از احترام میترسیدی، حالا اون صدقه سر اونه که به ما چیزی نگفتی، ولی سه چهار تا بار ما میکردی. راست میگی؟ برو به خودش بگو. بابا چی شد؟ گفتی بهش؟ گفتیم بهش؟ شل گفتم گوش نکرد، صف گفتم مسخره کرد، بعد گفت برو به احترام تذکر بده اگه جرأت دادی. حالا میریم به همه احترام تذکر بدین؟ آره. نمیشه مره احترام هم مثل بقیه، بالاخره باید بونم گفت. این یکی دیگه به نظرم شل بگین، نه خیلی شل، یه خورده شل. با همه احترام نمیشه راحت صحبت کرد، خطریه، خیلی خطری. آره خطریه، علی باید گفت. ای خر من چه باید کرد؟ ای خر تو بگو. بیا تو پر چشم سیاه
داری دو تا موی رها داری دو تا چش دو تا چش دو تا عقل نداری راحتی با من بودی؟ شهر برو بابا بابا حالشو گرفته سر من خالی میکن با هم دعوا نکنین به هم علاقه داشته باشین شهروز شهروز این نفتشو زیاد گذاشتی ها خدا رو دود میکنی نفتشو باید کمتر بذاری که مشعلات در هوا شکلهای زیبایی رو ایجاد کنه بهرام اومد خدا کنه اشتباه نکرده باشه ولی انگاری حالش گرفته است صحنه که اینو میگه بابا چی شو؟ شو به احترام خانم تذکر دادیم؟ آفرین به افتخار عمو بهرام آفرین بهرام جون همشیره عکس العملش چی بود؟ همشیره نهایتاً گفت بین ما دیوار قیامت گفت مردم نباید برم سر خاکش گفت دیگه اسممو نیار گفت دیگه اسمتو نمیاره نهایتاً با هم قهر کرد درین 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 من شهروز طغای تیمور خان خان باشتین ورود عمو بهرام به عالم قهر و قهر کشی را اعلام می نمایم زنده میداری دو تا چه شنگوان احترام با بهرام قهر کردن بلو بین خواهر و برادر از این چیزا البته یازده رو نوه نه خیر کسی با کسی قهر نیست هوشنگ خان شما هم قاطعانه بگید نه نه بابا قهر نکرده بقول احمد آقا قهرش 10% بوده که در دستم اسمش هست شکراب شکراب نیستن قاطعانه با هم دیگه آشتیان شما هم لطفا جو نسازید چرا با هم قهرن سیما که آمد برام همه چیزی گفت اول بیژن باش قهر کرده بعد احترام آده دعواش کرده بیژن فردا میخواد بره مرز دنبال کار شهروز او برام همه چیز کامل تعریف کرد بچه ها من فردا میخوام برم یه چند روزی سراغ خواهرم بله این حرف ها چیه میزنی مادر جون اگه شما نمیتونی منو ببری خودم میرم نه بابا این حرف ها چیه میزنی بیمان بزرگ اگه به خاطر منی که اذیتتو کردم دماغت خون اومد و اینا خب غلط کردم نه باشه ببخش تو حرف نزن امیر نمیشه مادر من همه اینا رو ساکت کردم دیگه جیک نمیزنم اگه جیک زدن برو خوبه؟ سالها پیروی مذهب رندان کرد تا به فتوای خرد حس به زندان کردم من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را قطع این مرحله با مرغ سلیمان کرد دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع اجر صبری است که در کلبه احزان کرد من که این خانه به سودای تو ویران کردم یا علی بس که قضیه جدیه شعر درست کاملا مطابقت میکنه مطابقت داره یا نداره لطفاً به هیچ کی نگین
با همه هستم. بریم بخوابیم. دیگه خاموشیه. چقدر خاموش کنیم؟ چقدر به نامیده من برگاه دریا فرو مندم در گرد می سوزد بر سر بالین من به جای چرا بری اینجا بی صاحب میشه با الان رو پاس بری سنگ رو سنگ بند نمیشه بزر عباس دلم میخواد زار زار گریه کنم مادر باش مام بزرگه مام بزرگه داد نزن طفل دیوانه ای من پای برهنه خود زخم میشه هزار جور مرض میگی کجا میدونم مامان بزرگه کجا؟ یا الله یا الله سلام علیکم سلام علیکم هست شما خوبه یا الله سلام آجا حسینی آقا بی جانا تلفن کار داره یه خانومی از تهران با اجازتون خداحافظ همون زن صابخونه شونه مادر بی ملاحظه صبح اول صبحی زنگ زده که چی عمه جون بابا برو عموتو صدا کن بودو حاج خانم قبل از نماز خدا سر شاهده خواب دیدم منیژه خانم زن بهروز زاییده آه شما هم دارین تو گوش بچهش اذان میگین ببینید مو تو تنم سیخ میشه میخوام بقیهش رو بگم شما گفتین پاشم برم گفتم کجا گفتین برم تور بگیرم برم پیش خواهرم خیاط سادات لباس عروس بدوزم تو رو به جد مادرتون بریم بریم بذاریم ما و بچه ها یتیمی رو بفهمیم آبه برو به عمود بگو دیگه همینطور ایستاده هی بره من نگاه میکنه کیه؟ امیرم بابا صبر کن اومدم سلام خانم سلام بگو سلام خانم امو بیژن تلفن کار رفت آمو بیژنت سب کن ماما جو دقیقه آمو بیژنت که صبح سر رفت مرز قاچاقچی ببینه شهروزو ببره بفرسته خارج آه باش خب برو چیش کن دیگه گر بماندیم دوباره بردوزیم جامعی که از فراق چاک شد گر بمردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شد اگه ببوسمش بیدار میشه نه تا نزدیکای سپیده دم بیدارن بعد یه قرص آرام بخش میخورن میخوابن تا نزدیکای یکی بعد از ظهر الان تو قسمتهای عمیق خوابشونه شما با خیال راحت ببوسینش مسئولیتش با من مادر بزرگ من به این تصمیم اندیشمندانه شما احترام میذارم فقط یه خواهشی جانم بگو مادر اگه امکان داره روی این نوار برای مامانی من یه پیغامی میذاشت یه سفارشی میکردین که باش روشنش کن صدای من اینجا ثبت کن احترام جان سلام عزیزم سلام
من عازم منزل خواهرم حشمت و سادات هستم. وقتی شما این صدا رو میشنوی که من دیگه تو باغ نیستم. آمدم احوال تو رو بپرسم. خوابیده بودی، استراحت کرده بودی. با آقا فراز نوه شما صحبت کردم. گویا آمادگی تشکیل زندگی داره. قدر این محبت و مهربانی بدان. ارزش و درخشش یک انسان به مهربانی و عقل اونه. خدا حافظ. مامان بزرگه، مامان بزرگه، مامان بزرگ، من دارم خیلی شروع شما رو میزنم، خیلی. مامان بزرگ، اون چیزی که همیشه میخونی واسه اون موقعی رفتن فوت میکردی چی بود؟ فالله خیرن حافظن و هوا ارحم الراحمین. داداش این رو قشنگ بشور، یه چای پاکیزه هم بریز توش، دست شما در نکنه. بفرما نیمرو. بفرمایید. همشون بیخبر میذاری و بیری راه این دفعا؟ مادر از دست داد و فریادهای دیشب شما کلافه شده و داره میره. اینها خودش حی و حاضر. بابا خسرانه هم داره. من یه آدم چقدر فقط داره. خب میداره میره دیگه. همش ندنی ها. ما در نیمرو خب. داداش نیمرو. ببین داداش. بی خود گردن ما ننداش. ما دیشب صحبت میکردیم. داد نمیزدیم. بلند میگفتن بابا مرز دنبال کار شهر روز. حالا اینا میبین که. ماشین در بس گرفتم برم ترمینال که برم مرز. نه. آره هنده، صحبونت خوردی را بیاف بریم. مادر، سلام ما رو به خالجوت خیلی برسون. بزرگی شما رو برسنم. سلام پارسال تم جلو در افتاده. ها ببخشیم. تصمیتو عوض شو؟ چی عوض شو؟ یه چهار تا لیمون خونه نمیریم به جشم ترمینال قهر؟ بله، این ترمینال قهر. مواظب خودت باش. خدا حافظه. سالته؟ یازده سالته؟ شاید من بین ننه و داداشم گفته باشم میخوام برم ترمینال که برم مرز.
برای چی گفتی من میخوام برم چهارای تلفن خونه ها؟ برای چی گفتی؟ خب چهارای تلفن خونه ها بلد نیستم. ببین من میگم برای چی گفتی؟ خب برای اینکه بلد نیستم چهارای تلفن خونه رو. خب بلد نیستی که نیستی، برای چی چهارا اونا گفتی؟ شاید من بخوام اونا دروغ بگم، شاید بخوام برم خونه اون یکی زنم اونا نفهمن ها؟ برای چی گفتی؟ تو اصلا برای چی اسم چهارای تلفن خونه رو بردی ها؟ مادر شما در کودکی به شما یاد نداده که در صحبت دیگران دخالت نکنی؟ حالا باز بگو چرا تلفن خونه بلد نبودم، بگو. سلام، مگه نگفتم نه اینجا؟ بده اون چای قبلی بده، چای قبلی بده من. چک و صافته چه به دردم میخوره؟ پولمو بده. نه پول تو نمیخواد، بدن چکو. خودکار داری؟ نه خیر. می‌دارم خودم. ببینم اصلا تو برای چی داری زیر باخت؟ اگه خانواده من بفهمن من چیکار کنم؟ تازه جا تو پیدا کردم، ولت نمی‌کنم. داری تهدید می‌کنی منو؟ از تهدیدم یه چیزی اونورتر. پولمو که گرفتی، خونم که تو رهن بانکه. چند روز دیگه بانک خونم رو حراج بذاره، هیچی ندارم جز این آشغالا. چرا اینجوری میکنی؟ حالا که صدام کردی، باز همینا رو بدی دستم، منو بفرستی دنبال نخودسیا، خودت هم بری باقی گلستون. من دارم میرم مرز دنبال کار شهروز. بی خود بیافت دنبال کار من. یعنی چی؟ برم کجا؟ تهران میمونی پول منو جور میکنی بیژن. خونه مامانت نمیری، باغ مامانت نمیری، میمونی تهران پول منو جور میکنی. اصلا من کلید خونه رو ندارم. ببین من کلید میلید حالیم نیست، شب همینجا بخواب، ولی فردا صبح برای من پول جور میکنی. اگه این کارو نکنی فردا با مأمور میام، اصلا رحم به تو نیومده. مادر این کارا و این باختنی و این چیزا رو اونجا بیسی انجام بدی؟ نمیشد. اگه میشد خوب بود. تو هیاهو سر صدای شما فرصت این کارم شما از دست من گرفتین. دست شما درد نکنه خاله، شما چرا زحمت کشیدین؟ خاله شما به مادر بگین برگرده، اون ایلو تبار همه چی از چشم من میبینن، بد و بدتر میشه. بفرمایید. به این شیرین کام قسم که دست سادات بهش خورده کارا بهتر میشه. تو برو، شاهنامه آخرش خوشی. نمیتونستم جلوشونه بگیرم بابا. بفهمید بفهمید خوشک، یه چیزی بگو. ببین برادر من، نباید اجازه میدادی بره. با منو صدا میکردی کلوی در میخوابیدم، میگفتم از رو جنازم رد شو. مادر ما مادر همه است بابا، هر چیزی راهی داره. میتینگو واسه یه همچین مواقعی گذاشتن دیگه. اینو یعنی به همین راحتی گذاشتی مادر بره؟ بعد اون وقت به ماها میگه که نگران مادر نیستی؟ من میرم دنبالش. محترم خانم، ول کن. مادر جون خودش عقل داره، عقلشم از ما بیشتره. اون یه تصمیم عمیق گرفته، یه تصمیم حکیمانه. پس تو میدونستی؟ بله میدونستم، اما قسمم داده بود به کسی نگم. قسم میفهمی؟ خواهش میکنم اجازه بدین آدم ها خودشون در مورد خودشون تصمیم بگیرن. باز میخواد بگه من شیکم. من نمیدونم بابای این شیک بوده، ننه این شیک بوده، کوچه‌شون کوچه شیک بوده. کی شیک بوده که تو شیک شدی؟ بمیر بابا. داداش دیگه ماما نیست که بخوام دعوا نکنیم. حالا که ماما نیست بخوام زهره بچه تو فهمیدی؟ Dad, Dad, Dad.
سلام امیر. مثل اینکه وقت نامانسته بود اومدن، نه؟ گوش کنید، اومده بودیم اینا رو ببینی؟ مامان بزرگی گذاشته رفته خونه خواهرش، حالا همه اینا افتادن به جون بابای من. امیر جون خواهش کنم، اصلا من ناراحت نشید، من به تو خبر دادم مادر بزرگی گرفته. آخه من احساس وظیفه کردم، یعنی من عاشق شما، بازه من شما رو مثل مادرم دوست دارم، میگن عمه مادر دوم آدم. من برم؟ آخه زور داره داداش، مادر شناسی. آره آره آره، برو 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 که الان وقت مناسبی برای دیدار با نامزد نیست. برو خدا هم مادر شناسم، هم همه چی شناسم، هم نامرد شناسم. آقا بهروز از شما بعیده، از این بعیده. بیا به جان مهناز. بابا تو رو خدا صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. بابا برادر بزرگی تو، یه ذره ملاحظه بکن. چرا نمیفرستیم پس؟ خواهر عزیز من، باور کن مامان خودش رفت. من خواهر عزیز تو نیستم، من اصلا عزیز هیچ کس نیستم. مادرمو پردادین رفت، از دست دیوونگی های شما رفت. من مادرمو میخوام، مادرمو میخوام، مادرمو بخواهم. نباید به خاطر خود چینی به همه احترام میگفتی مامان بزرگی رفته. هرکی گفت خاک انداز، تو یکی خودتو وسط بنداز. اگه به خود چینی باشه که تو خودت خدای خود چینی، اینو همه میدونن. بودم، من خدای خودشینی بودم. سلام. سلام امه. سلام. مامانی خواهش میکنم، کافیه دیگه. خدای نکرده مامان بزرگه به جهان دیگه سفر نکرده که اینطوری ما تو مفقود شدیم. پاشو برو یه ماشین بگیر. پاشو برو یه ماشین بگیر که جون داشته باشه اینو بکشه بیرون. اینو یعنی کیو؟ اینو یعنی کاروانو؟ جون کشیدن کاروانو داشته باشه؟ جان مادرت بس کن دیگه مامانی. آخه اینو بکشه ببره کجا؟ این شادومار دلش به عشق این دختره به اینجا بنده. دیگه نمیفهمه. منم ننم گذاشته از اینجا رفته. دیگه دلم اینجا بند نیست. الله اکبر، حال و روز منو میبینه ها، با من سر جنگ داره. الله اکبر، ول کنین دیگه. ببین تو دلت نمیاد از اینجا بری به خاطر اینکه این دختره اینجاست. من دلم نمیاد اینجا بمونم چون مادرم دیگه اینجا نیست. سر به سر من نذار شادومات. میری یه نیسان بگیرین از اینجا بکشی بیرون، یا خودم با این پای چلاقم برم بایستم سر جاده. چشم. برم بایستم سر جاده؟ ای بابا مامانی، میگم چشم یعنی چشم. چشم، چشم. لا 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 لا. Thank you.
محترم خانم، شما ازشون خداحافظی نکردین؟ آبجی خانم، اما مهتران کجا داره میره؟ داره میره یه جایی دور، یه جایی نامعلوم. میگه نمیتونه دوری مادر بزرگ رو تحمل کنه. میفهمم چی میگه، فهمم یعنی چی. خواهر، خواهر، عجب، 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 عجب. عشق تو دیدم، محترم، عشق تو دیدم. عشق خواهر برای خواهر خیلی قشنگه، عشقی که میشه با شعر گفت، مثل عشق شمع. یعنی خواهرم کجا داره میره الان؟ این زن و شوهرها هستن که نباید از هم جداشن، ولی غیر این به هر حال در نهایت هر کسی میره جایی که خودش دلش میخواد دیگه. خواهش میکنم گریه نکن خواهر من. بازم شیکی، بازم شیکی، بازم فرمایشات شیک و پیکی. من میخوام بدونم توی کتاب شیکی یه خطم مهر و محبت ننوشتن. ببینش حالا این آقا اوشان دو تا حرف فرمانی زد، تو یکی زود حرف کلاس بالا نزن. ماردیم بابا از این همه حرفای کلاس بالای بی خودکی. آقای اشکلاتی آمپر محبت چسبوندی، رفته که رفته، دلش خواسته بره. من میرم دنبال احترام. آقا هوشنگ، پیکانتو آتیش کن. پیکان که خرابه، با چی؟ با شورولت میریم. هرکی خواهر میفهمه دنبال من بیاد. درسته هم احترام خواهر من نیست، عممه، اما خواهر بابام که هستش. شاید من خواهر نداشته باشم، نفهمم خواهر یعنی چی، اما عمه که میفهمم. به خود عمه هم گفتم، گفتم عمه مادر دوم آدمه. حتی اگه عمه هم نفهمم، مادر دوم که میفهمم. هرکی خواهر میفهمه. هرکی عمه میفهمه. هرکی خواهر شوهر میفهمه. هرکی خاله میفهمه. هرکی عمه میفهمه. هرکی خواهر شوهر میفهمه. هرکی خواهر زن میفهمه. هرکی مادر دوم و مادر شوهر آینده میفهمه. بابا هم بیا.